بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قبل از هر چیزی با عرض سلام و درود، قبل از هر چیزی با دعا کردن با خدای خود با خالقمون سخن بگوییم و بعد از اون سخنانش را در تفسیر قرآن بشنویم. ای پروردگارا، همچون که پیغمبر عظیم و شأنت به ما آموخته است، ما خود، نفس خود، فرزندان خود، بینندگان موحد خود را از هر شیطانی و از هر حیوانی و از هر چشم بدی و از هر ساحری تنها به کلمات تامه تو پناه میبریم. مثل قبر پرستان و مشرکان شرک نمیورزیم. ای پروردگارا، ما به کلمات تامهت پناه میبریم از شر هر چی که خلق کرده اید، از شر آن چی که از آسمان نازل می شود یا زمین سر بلند می کند، از شر فتنه های شب و روز. ای رحمان، ما از زوال نعمت هایت و از تحول عافیتت و از گرفت ناگهانیت و از همه خشمت به خودت پناه می بریم. ای پروردگارا، ما از پیسی و جنون و وبا و کرونا و از هر مرض بدی به تو پناه میبریم. ای پروردگارا، ما از دردهای مقدر و از غصه قلب و از ضیق زندگی تنها و تنها به تو پناه میبریم. خود و بینندگان و موحد خود را از هر مرضی و وبایی، دردی و رنجی و غمی و غصهی و از بدیها و شرارتهای زندگی به تو پناه میبریم. ای پروردگارا، ما از گرفتگی و از تنگ دستی و از تنگ دلی و از غم و اندوه پناهگاه من تنها تو هستید. ای پروردگارا، به ما سلامت و عافیت و ستر و رحمت و عفو و مغفرت عطا بفرما. این آیات منجی را با هم بخونیم که به قول بعضی از صحابه اگر آسمان به زمین هم نازل بشود به اذن خداوند این آیه ها نجات می دهد.
چون کلمات خداونده. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بگو ای محمد، هیچ چیزی به ما اصابت نمیکنه مگر آنچه را خدا بر ما نوشته. مولای ما اوست و مؤمنان بر الله توکل میکنند، مشرکان بر خلق الله، بر مسیح علیه السلام، بر علی، بر حسن، بر حسین رضی الله عنهم جمیعا، بر پیر و پاتال و قبر و گنبد و بارگاه. راه های مشرکان زیاده. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یردک بخیر فلا راد لفضله. اگر خداوند خیری را اراده کند جز او کسی مانعش نمی شود. و اگر خداوند خیری را بر بنده ای بخواهد هیچ کسی نمی تواند آن را دفع کند. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فلا راد لفضله. اگر خداوند ضرری دفع کند کسی بیارد کسی نمیتوند اون را جلوشو بگیره. و اگر بنده از برای بنده خیری بخواهد کسی نمیتواند او را دفع کند. و هو الغفور الرحیم، و غفور الرحیم تنها خداوند است. مغفرت و رحمت تنها دست خداوند است. پس بیهوده خودتون رو به این قبرها و به مخلوقات مشغول نکنید. آنها خود نیاز به رحمت خدا دارند. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزقش بر خداونده. قرارگاهش و سرانجامش رو میدونه. کلون فی کتاب مبین، همه اینها در کتاب مبین و روشن است که خداوند اونها رو مقدر کرده. اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، من به خداوند پروردگار و خود و پروردگار شما توکل کرده ام. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه مهارش دست خداونده. همانا پروردگارم بر صراط مستقیمه. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الغفور. خداوند در رحمتی را که باز کند بر مردم هیچ کسی اونو نمیتوند ببندد، و اگر ببندد هیچ کسی نمیتوند اون را باز کند. او شکست ناپذیر و با حکمت است. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. مانند هر جنبنده ای که رزقش را بر دوشش نمیگذارد، خداوند اونها را و شما را روزی میدهد. و شنوا و علیم، شنوا و آگاه تنها اوست. نمرده ها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اگر شما بپرسید که آسمان ها و زمین رو کی خلق کرده، میگویند خداوند. بگو که پس چرا غیر خدا رو میخونید؟ وقتی خالق آسمان ها و زمین خداونده، چرا علی رو میخونید؟ چرا حسین رو میخونید؟ چرا لات و منات و عزا رو برای تشبیه میخونید؟ چرا عیسی رو میخونید؟ این ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره، یعنی نه. اگه خداوند بر من ضرری بخواد اونا میتونن ضرر رو دفع کنند، یعنی نه. اگر به من رحمتی بخواد اونا میتونن جلو رحمت خدا رو بگیرند، یعنی نه. قل حسبی الله، بگو خداوند بر ما کافیه. علیه توکل المتوکلون، بر خداوندی که متوکلان بر او توکل میکنند. مشرکان بر غیر خدا توکل میکنند. این قرآن خیلی وهابیه.
با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال رسیدیم به آیه 94 از سوره توبه. تلاوت آیه را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و منواله رسیدیم به آیه شریفه 94 از سوره توبه. تلاوتش را شنیدیم، ترجمه شعریش را بشنویم و بعد از اون تفسیرش را انشاءالله. چو فاتح بگردید در کارزار پشیمان بگردند آن قوم خار، منافقان، دورنگان، مصلحت پرستان. باز اینجا خداوند نمی فرمد فاتح بگردید، بگردی تو ای پیامبر، تو همراهانت. همه جا در چنین مناسبتی یاران محمد را ذکر می کند، چون با اینها بود که دنیا را فتح کرد و به این خاطر که هنوزه امام تراشان و بقیه ابلیس های دنیا بهشون فوش می دهند. هیچ پیغمبری به تنهایی دنیا را فتح نکرده، قانون خدا اینطوری نیست. مگه اینکه امام بی تراشان دو می چپوننش توی چاها و چاهای زلالت و تو عالم هپروت و افسانه مردم رو بدبخت کنند و فریب بدن. چو فاتح بگردید در کارزار پشیمان بگردند آن قوم خار، دلایل تراشند از هر طرف مگر تا بیایند کام و هدف، بیابند کام و هدف. هدفشون مصلحت دنیویست، ولایت، مرشد کامل، ریاست، مرجعیت، روحانیت و باقی بازی های شیطانی، بازی های ابلیسی که در طول تاریخ به دین فروشان آموخته در همه ادیان. بگو ای درویان ناراستگو، بسازید کوتاه این گفتگو. به منافقان میگه درو. اینایی که نهدهم دین نفاق گذاشتن چی میگه؟ اینا دیگه از نفاق خیلی بالاترن. اینا گرگ های در لباس میشن. بگو ای درویان ناراستگو، بسازید کوتاه این گفتگو. به ما کرد روشن یگان خدا، که پنهان چه باشد به قلب شما. باز
آگاه کننده خداوند یگانه پیغمبر نیست. این خداوندی که انسان آگاه میکنه. بگو به ما کرده روشن یگانه خدا، که پنهان چه باشد به قلب شما. به زودی رسول و خداوندگار، نفاق شما را کنند آشکار. یه ترجمه اشتباه کرده. پس آنگاه بر سوی رب وجود، که داناست یک سر به غیب و شهود، نمایید رجعت که پروردگار، شما را رساند به فرجام کار. و سیر الله عملکم و رسوله، خدا و رسول اعمالتون رو میبینند. نگفت که شما را آگاه میکنند؟ وقتی کسی که از همراهی با پیامبر سر بازنه، در خانه بنشینه، زن و مال و فرزند و آسایش و با نبرد و مبارزه و همراهی با مردان روزگار و پیغمبر عظیم و شان ترجیح بده، خب بعد یه عذری بتراشه. مشروب سوره جنگ احکام جنگ هست. از منافقان چرا؟ درست بله سر سراش رو پیشونم. از منافقان دورنگو زیاد حرف میزنه، شاید یکی از
بارستانی سوهایست که چهره موفان را، چهره دنگان را، چهره تقیه پیشگان را، امام تراشان را شکل محصب بیان کرده. وقتی اینها از همراهی به پیغمبر در جهاد با دولت حضور وقتی روم مقایب شد، بعدها نوادگان اینها شیطان بهش راه متعددی یاد داد، آمدن امام زمانی تراشیدن کل احکام جهاد و احکام جمعه و احکام اجتماعی اسلام نسخ کرد. این شرد کلیسا و کنیسه آشده در داخل اسلام در لباس مدعیان چهی بود. اینکه در زیر نام نامی بزرگانی پنهان شدهاند کنسون ها را نشناسه. الو صدقات دقیقی مذکر باشم. بله یو سقطه هم خیلی مشکل هم خدا به شما خیر دکت زهر دارید به هر نفرتون. بسم الله الرحمن الرحيم. خب حمد الله اقتضا بهتر شد، شده روش شد، قسم شما نیست از بیونه چرته اشو که سوره شریفه توبه از بارشتری سوره هاییست راجع به دنگان منافقان حرف میسنه در سوره که این سوره بیشتر قضایا و موضوعات جنگ و نبرد و جهاد و مراجع میکنه بلکه در وقت سختی ها منافقان بیشتر ظاهر میان تا وقت خوشی ها ولی بشکل مفصل از منافقان سخن میگه. وقتی این دورانگان از همراهی با پیغمبر و یارانش استنکاف کنند در منزلهاشون بمانند با خانوادههاشون با فرزندهاشون و همراه با مؤمنان رنج دعوت را متحمل نشند، لیکن میخوان از مکسب مؤمنان برخوردار بشن، چهره خودشون رو حفظ کنن، وجاهت خودشون رو در جامعه حفظ کنن. چیکار میکنن؟ میان یه عذرهای الکی که اصلا وجود نداره میتراشن. یعتذرون الیکم، ای مؤمنان، ای اصحاب رسول الله، ای یاران پیغمبر، این منافقان از شما عذر میخواهند. اون منافقان اون زمان از اصحاب پیغمبر و خود پیغمبر علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام عذر میخواستند. منافقان این زمان که امامت تراشیدند و ولایت تراشیدند نه که عذر نمیخواند بلکه به شما فحش میدن. پس منافقان زمان ما که نسبت به منافقان زمان اون زمان خیلی پیشرفته تر شدن در نفا خیلی خیلی بدترند از اونها. ولذا گروه بسیاری از علما اینها را اصلا مسلمان که نمیدونن، منافقشون هم نمیدونن، یعنی را زندیقن، بیدینن، دین را ابزار کردن. آنچه که مرا
غمزار کرده که بیدین نام دین ابزار کرده. آنچه مرا اصو غمزار کرده که بیدین نام دین ابزار کرده. الان سیستانی یه مرجع، کسی نماز میبیندش؟ خمینی یه مرجع بود، کسی نماز میدیدش؟ علی یه دفعه از نماز غیبت میکرد؟ آل بیت یه دفعه از نماز غیبت میکردن؟ پس معلوم میشه دروغ میگن، شیعه علی نیستن. لیکن نام علی و آل بیت علی را ابزار کردن برای رسیدن به اهداف شوم خود. یعتذرون الیکم، ای مؤمنان، ای اصحاب رسول خدا، شما وقتی با همراهی پیامبر از جهاد باز میگردید به شهرتون، به مدینه منوره که با آمدن پیغمبر علیه السلام یثرب به مدینه منوره تبدیل شد، این درنگانی که با شما شرکت نکردند باید یه جوری قضیه رو ماستمالی کنن، بلکه موقعیت خودشون رو حفظ کنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، شما وقتی از جهاد باز میگردید همتون، اونا میان به طرف شما که عذرخواهی بکنن. از این فحاشانی که از احمدی نژاد، از بقیه درندگان و چرندگان ولایت و مرجعیت و امامت و امام زمانی که این همه تلویزیون گذاشتن بر که ثابت کنند که همسر پیغمبر فاحشه، نعوذ بالله، البته خمینی هم همین حرفا رو در لفافه میزنه. اینطور نیست که شیعه انگلیسی باشه و شیعه غیر انگلیسی باشه، این چرت پرت، اینا برای بازی سیاسیه. و اینا یه دفعه عذر خواستن، روز به روز قالیتر میشن. عذر خواستن اینها اینه که از این عقاید شوم که انسانو به جهنم میبره دست بردارن. خب شما که باز میگردید درجاتون بدهیم، اونا میاد که عذرخواهی کنن. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، بگو عذر نخواهید، ما شما را قبول نمی کنیم، یعنی باورتون نمی کنیم. آمنت بهی یعنی اعتقاد بهش پیدا کردم، اما آمنت له لن نؤمن لكم یعنی که تصدیقش کردم. ایمان به خداوند چیزیه، ایمان همراه با خداوند چیز دیگریه. لن نؤمن لكم یعنی که تصدیقتون نمی کنه، شما دروگویید. ولذا شیخ الاسلام ابن تیمیه رایش اینه که قسم اهل بدعت رو نباید پذیرفت. حتی قبل از اینکه به دادگاه برسن، اگه به دادگاه رسیدن توبه شان رو نباید قبول بشه، قبل از دادگاه بعده. انسانی که دروغ میگه به انسانیت خودش احترام قائل نیست، تازه دروغش هم دلالت بر اون میکنه، خود حرف دروغش دلالت بر این میکنه که این آقا داره دروغ میگه، بلکه خداوند به مؤمن فراست میده. از یکی از بارزترین علامت ایمان اینه که در یه موضوع که قضیه قرآنی واضحه قابل مناقشه نیست، مؤمن صادق دستور خدا رو مناقشه نمی کنه، جربست روش نمی کنه، آنچه را خداوند در کتابش ذکر کرده، اونچه را که در حدیث صحیح پیامبر هستش، این قابل جربست نیست. ورز خداوند در سوره احزاب آیه 26 میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ مؤمن، مؤمن مرد و مؤمن زنی حق نداره که. این ما کان یعنی شأنش نیست، دبش نیست، اصلا روشش این نیست. اسم میگن شدیدترین صیغه نفیه، اسمش نفی شأنه.
شما به یک انسان محترم میگی که آیا تو دزدید؟ میگه اه محاله. یعنی چی؟ من کجا دزدی کجا؟ محاله چون چیزی، نه فکرشو کردم، نه اقرارش کردن، نه تشویق کردن، نه راضیم و و تا آخرش. بعضی از علما ده فعلو که متضمن این نفیه شمردن، اینش بهش میگن ضمیر شأن. خداوند عز و جل در این آیه میفرماند یعتذرون الیکم، میان بر شما عذرهای علکی پیش میکنن. عذرشون اونها رو بیشتر کشف میکنه، سبحان الله. چرا؟ بلکه انسان که دروغ میگه، دروغش دلالت میکنه که این داره دروغ میگه پیش مؤمن، بلکه خداوند به مؤمن فراست داده. امام ترمذی علیه الرحمه از حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول اکرم علیه السلام فرمایند که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن، از تیزهوشی مؤمن، از روشندلی مؤمن برحذر باشید، چرا که به نور خدا نگاه میکنه. هر مؤمنی، این مؤمن یک شخص و دو شخص این آن نیست که محصولش کنید برای چند نفر رو باید باش تجارت کنید. و امام تراشی که از جنایت هایی که کرده در اسلام اینه که صفات همه مؤمنان رو گرفته داده به 12 نفر، بقیه بشر رو نوکر اینها کرده، خودش هم دربانشون شده، بیایید نوکرشون میشید. مرجعیت یعنی همین، امامت یعنی همین. آیات خدا را، احادیث پیغمبر را به شکل فطری و طبیعی باید فهمید، نه با قلوب، نه با افراط، نه با تفرید. افراط و تفرید کار یهود و نصاراست، و رضا اسلام موسوی و اسلام عیسوی را با افراط و تفرید تبدیل کردن به یهودیت و مسیحیت. شاگردانشون در اسلام در لباس خوارج و تشیع همین کار را کردن، اینن همین کار رو کردن، همین افراط تفریط ها رو. چرا؟ و پشت سر همه این افراط تفریط ها جنگ های سیاسی است، بازی های سیاسی است. لیکن معنای طبیعیش اینه که از تیزبینی مؤمن، از فراست مؤمن، چون به نور خدا نگاه میکنه، چون خداوند در دلش نور گذاشته، بپرهیزید. ببینید انسان بخصوص دجالان امثال خمینی ممکنه مردمو در یه مدتی فریب بدن، بعضی از مردمو مثل مقلدان احمق بر همه وقت فریب بدن، اما اینکه همه مردمو به همه وقت فریب بدن محاله. اما اینکه خدا را و خود را در یک لحظه هم فریب بدن باز هم محاله. خب وقتی که خداوند میگه که پیامبر میفرماد که مؤمن به نور خدا نگاه میکنه، چطور اون مؤمنانی که اولی مخاطب قرآنند و خداوند با اون مؤمنان پیغمبر رو نصرت داده، اون مؤمنان رو برای بهترین بشر مهیا کرده، یعنی اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم، یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم. وقتی مؤمن، عموم مؤمنان، عموم باورمندان، عموم ایمانداران درست، عموم موحدان دارای نوری هستند از طرف خداوند، خداوند در دلشون نور میندازه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای باورمندان، ای ایمانداران، ای کسانی که ایمان آورده اید، به چی ایمان آورده اید؟ به حجی مجی لاکرجی؟ به امام زمان؟ امام خران؟ امام کفت زهرمار؟ نه،
اینها هاش همون این ایمان ها رو همه بشر داشته، امثال اینها رو. اینا ایمان نیست، ایمان همون ایمان است که پیغمبر خواسته. پیغمبر از مردم چی خواسته؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید که معبودی مشکل گشایی جز خداوند نیست، رستگار میشید. ای بس زامن آهو چیه؟ بس امام رضا چیه؟ بس این آن چیه؟ همش این کشکولوژی ها رو مشتی آخوند خبیث درست کرده. چه ربطی به دین داره؟ چه ربطی به امام رضا علیه السلام داره؟ یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوا پیشه باشید. چطوری تقوا پیشه باشید؟ از خدا بترسید. چرا نمیگه از امام زمان بترسید؟ برگه کشکی بیش نیست. و آمنو به رسوله، چرا نمیگه که به امام هم ایمان بیارید؟ اینجا جاشه برگه کشکولوژیه، برگه شرکولوژیه. خدا من 12 امام نفرستاده، لیکن رسول فرستاده، به رسولش ایمان بیارید. بعدم که رسول میگه ایمان بیارید، خودش هم به رسالت رسول شهادت میده در سراسر قرآن. خب وقتی حرف خدا رو گوش کردید، تقوا پیشه شدید، هر کسی میدونه تقوا یعنی چی، قرآن چارچوبش رو مشخص میکنه، به رسولش ایمان آوردید، یؤتکم کفلین من رحمته، دو بحر رحمت به شما میده، و یجعل لکم نورا تمشون به، براتون نوری قرار میده. شاهد اینجاست که با این نور راه میرید، چراغ دستیتون در ظلمت ها، در تاریکی ها، وقتی ظلمت امامت باشه، ظلمت ولایت باشه، ظلمت قبر پرستی باشه، ظلمت گنبد و بارگاه باشه، ظلمت 12 امامی باشه، ظلمت مسیح پرستی باشه، ظلمت عزیر پرستی باشه، ظلمت پول پرستی باشه، ظلمت شهوت پرستی باشه، ظلمت مال پرستی باشه، ظلمت زن پرستی باشه، ما ظلمت ها، براتون یه نوری قرار میده، با این نور همه این ظلمت ها رو خاموش میکنید. پس یکی از بارزترین ویژگی های مؤمن به صریح قرآن همین نوریست، همین نوریست که خداوند بهش میده. با این نور که در دلش میتابه، همچنان که امام صادق علیه السلام، او صادق است و مدعیان پیرویش کاذب، میفرماید که ایمان نوریست که در دل آدم میتابه. با این نور انسان حق و حق میبینه، باطل و باطل میبینه، عاشق حقه، هر جا میره دنبال حقه، دنبال قلدوری نیست، دنبال تعصب نیست، دنبال اینکه حرفای چهار تا آخوند گمراه ثابت کنه نیست، دنبال حقه، حق و حقیقت عشق مفقودشه. انسان وقتی که مخلوق درجه اول در این کائنات نباید دنبال حق باشه؟ انسان کائن متحرکیه، چه چیزی باعث حرکتش میشه، باعث جنب جوشش میشه؟ چرا همش تو خونه نیست حرکت میکنه؟ برکه نیاز به آب داره، غذا داره، نیاز به حفظ وجودش داره، بانو یک فرد، این اولی نیازش. بعد نیاز به ازدواج داره برای که نوع خودش رو حفظ کنه، فرزند داشته باشه، نام نشانی داشته باشه، نیاز به خوشنامی داره، پس به این که فقط موجود باشه، بخوره و بنوشه، این کافی نیست، نیازهای بزرگتری داره. و چرا این نیازها رو خداوندش خلق کرده؟ بلکه امانت خدا رو پذیرفته. وقتی امانت خدا رو پذیرفته، خوب دقت فرمایید، وقتی که خداوند جل جلاله و منواله امانت رو بر بشر عرضه داشت، قبل از اینکه این امانت رو قبول کنه،
وقتی که امانت رو قبول کرد شد مخلوق درجه اول، رتبه اول، شاگرد ممتاز شد، مخلوق ممتاز شد. دلیلش ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملها وخلقها الانسان فابين يحملها واشفقن منها وحملها الانسان. سوره احزاب آیه 72. ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها، از حملش ترسیدن، امتناع کردند، انسان حاملش شد. آیا هیچ موقع این از ذهنت غایب میشه که مخلوق درجه اولی، مخلوق ممتازید؟ بر همه مخلوقات، بر کوها، بر آسمانها، بر زمین، بر دریاها، فابین یحملها و اشفقن منها. انه کان ظلوما جهولا. بعضی از انسان ها، بعضی از علما میگن که اینو به صیغه استفهام بخونید. آیا اشتباه کرد؟ آیا ظالم و جاهل بود که این کارو کرد؟ به عنوان مثال یه پدری 10 فرزند داره، خداوند فرزندان ما و شما رو صالح کنه، میگه که هر که بره انگلستان، بره غرب، بره امریکا، درجه دکترا بگیره، این کارخانه رو مثلا که داره مال اونه. کی حاضره؟ یک از فرزندان دست بلند میکنه. و این معلوم میشه که یکی که دست بلند میکنه معلوم میشه خیلی بلند پروازه. آیا پدری که چون پیشنهادی کرد اشتباه کرد؟ نه. خب فرزندی که چون این پیشنهاد بزرگی رو پذیرفت اشتباه کرد؟ نه. خب رفت اونجا، رفت لندن، رفت پاریس، رفت نیویورک، لیکن درس نخوند، کوتاهی کرد. خب وقتی کوتاهی کرد پدر از وعدش معافه. چرا؟ چون نقض عهد کرد، ظلوم و جهول شد. انه کان ظلوما جهولا، یعنی که نه، به یک مفهوم وقتی که امانت رو قبول کرد ظلوم و جهول نبود، لیکن وقتی که حمل امانت نکرد، به وعدش وفا نکرد، اون موقع ظالم و جاهل شد. آدم میتونه اینو صیغه استفهام بخونه، میتونه صیغه اقرار بخونه. این انسانی که مخلوق درجه اوله، دردانه هستی است، خداوند امانت رو بهش داده. امانت چیه؟ تکلیفه، نفسیه که با التقاء روح و جسم وجود میاد، نفسی که حامل امانت بود شده. دلیل: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در سوره شمس میخونیم رستگار شد اون کسی که نفسشو تزکیه کرد. با چی تزکیه کرد؟ با یاد خدا، نه با هارت پورت و سوپیان، هو هو، ها ها، اج اج، ایج ایج، اینا همش کارهای شیطانیه. قد افلح من زکاها، تزکیه از راه قرآن، از راه سنت پیغمبر، از راه نماز، از راه روزه، از راه صدقه، از راه قرآن خوندن، از راه راستی، از راه های مشروع، نه از راه بدعت آمیز. کسانی که در مساجد هوهو میکنن گویا که قرآن رو ناقص میدونن. کسانی که در تقایا اج اج میکنن، هیس هیس میکنن، اونا تسکیه قرآنی رو قبول ندارند که چی، بلکه اینا زندیقانید که خود قرآن رو دادن به امام موهومی که با خودش برده.
یه جلدشو فقط لطف کرده اینجا گذاشته، دو جلدشو با خودش برده که اسرار آل محمد در اون دو جلده. همش دروغ. احمق اون کسی است که این دروغ رو قبول کنه. قد افلح من زکاها، رستگار شد آن کسی که نفسش را تزکیه کرد. یا الله به ما و بینندگان ما چون توفیقی بده. و قد خاب من دساها، به خسارت افتاد کسی که با خودش نفسش رو مغشوش بکنه، نفسش رو فریب بده، نفسش رو دروغگو بکنه، نفسش رو شرابخوار بکنه، نفسش رو قاچاق فروش بکنه، نفسش رو سینه زن و زنجیر زن و امام تراش و بدعت گذار بکنه به خاطر چارقران دنیا. خداوند ما و شما و همه بینندگان را از اینها قرار نده. کلمه فلاح، رستگاری خیلی دقیق در قرآن. ما یک کلمه داریم به نام اسم موفقیت. اصلا این انسانی در جمع مال موفق میشه، یک انسانی یه مقام بزرگ به دست بیاره موفق میشه، مجموعی از افراد و زیر فرمان خودش بیاره موفق میشه. موفقیت در دنیا زیاده، لیکن رستگاری این نیست. رستگاری خیلی بالاتر از اینه، فلاح خیلی بالاتر از اینه. اینه که به هدفی که شما خلق شدید به اون هدف برسید، اون هدف متحقق کنید. رستگاری اونه که بین دنیا و آخرت جمع کنید طبق شرع خدا. در دنیا مطیع خدا باشید و در آخرت برتر باشید. رستگاری اینه. ولذا چون این رستگاری معنای بسیار شاملی داره، بسیار وسیعی داره، معنیش دقیقه. و یک موفقیت، رستگاری یک موفقیتی است که از آغاز زندگی شروع میشه تا ابدالآبدین، برای همیشه. بالاترین درجه موفقیت فلاح و رستگاری، به خاطر هدفی که من شما رو خداوند خلق کرده به اون هدف برسیم، این اسمش رستگاریه. خب این منافقان میان به خاطر حفظ موقعیت خودشون عذر تراشی میکنن، عذرخواهی میکنن بلکه موقعیتشون رو حفظ کنن. انسان عبارت از چیه؟ عقل، جسم و قلب. عقل وظیفش فهم اموره، درک اموره. قلب وظیفش محبت داشتنه، عشق ورزیدنه. جسم کارش حرکته. غذای عقل علمه، دانشه. غذای قلب عشق و محبته. و غذای جسم آب و خوراکه. و وقتی انسان حق دوست میشه، دین و دوست خواهد داشت. ولذا مردم هم دوستش خواهند داشت، برای دل مردم دست خداونده. اما منافق چنین نیست. منافق در زندگی خصوصیش به دین کاری نداره، مثل کافره. لیکن یک وجاهت اجتماعی میخواد، یک کسب اجتماعی میخواد، میخواد با در ظاهر خودشون با مؤمن جلوه بده که مثل مؤمنان باشه، لیکن در واقع داره نفاق میکنه، تقیه میکنه. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قول، به شما بگو که یعتذرون علیکم، ای صحابه، ای یاران من، اینا میان که به شما پیش شما عذرخواهی کنن. وقتی به شما باز کردیم بگو که ما قبولتون نمی کنم، عذرتون رو قبول نمی کنیم. قد نبأنا الله من اخبارکم، خداوند به واسطه رسولش از اخبار شما ما رو مطلع کرده،
ولذا هر جا که حکم خدا و رسول واضحه انسان حق مناقشه نداره، حق جر و بحث نداره. ولذا در بعضی کنفرانس ها شما میرید میگن آقا این موضوعات در این کنفرانس قابل بحث نیست، یعنی مسلماته، قابل مناقشه نیست، خط قرمزه. هر موضوعی را که خداوند در قرآن کریم با حکم قطعی ذکر کرده، دستور داده، این موضوع قابل مناقشه نیست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. احزاب آیه 36. هیچ مؤمن، مرد و زن مؤمنی وقتی که خدا و رسول حکمی را صادر کردند اختیار این ندارند که این حکم قبول کنند یا نه، چون ایمان آوردن تمام شد، قرارداد بستند. خداوند دستور به حجاب زن داده. الان بگیم آقا حجاب اجباری و غیر اجباری، یه موضوع سیاسی مبدل شده. نماز اجباری و غیر اجباری اینا چرندیاته. خداوند دستور مؤمن پیش مؤمنی قابل بحث نیست. و ولذا شبه های شیطانی همیشه مطرح میشه، لیکن مادامی که خداوند امری را واضح ذکر کرده در یک قضیه معین، هم قطعی و دلاله، هم یعنی قرآن همش قطعی و دلاله، دلالتش قطعیه، قطعی و ثبوته، بخشی بعضی از احکامش قطعی و دلاله، نماز، روزه، حج، زکات، شما نمیتونی را که اینو جر و بحث کنی که من قبول دارم یا ندارم، بگو اسلام قبول ندارم تمام شد. اما ادخل پس سلم کاف، وقتی داخل اسلام شدی کاملا مسلمان میشی. و اینه که میگه که به مؤمنان میگه که به شما بگی که لا تعتذروا، از خواهی نکنید ای منافقان، ای درنگان، خداوند اخبار شما رو به ما رسونده، شما منافقید، دروغ میگید، میخواهید هم مکسب مؤمنان و هم بیدینی کافران رو یه جا جمع کنید. و خداوند ناظر اعمال شماست و رسول هم ناظر اعمال شماست، میبیند تو همراهش در یک شهر نشستید. عرض شد که انسان مخلوق مکرمه لیکن مکلفه. وقتی خداوند میگه که ما امانات بر آسمان ها و زمین عرضه داشتیم، هیچ کسی قبول نکرد و حمل علی انسان، انسان قبولش کرد، پس مکرمه. که دستور یک شاه به یک شخص، آیا این دلیل بر اکرامشه، دلیل بر اهانتشه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما مكرم كردين بني آدم را، نقول بس مسلمان را، كل بني آدم را. آيا إن إكرام بهتر يعني كي إنسان از بوزينه درست بشه؟ آيا إنساني كي إكرام شده خوش گلمالی میکنه، خوش زنجیر میزنه، سینخیز راه میره؟ و بر و بحر در اختیارش گذاشتیم، روزی خوبش دادیم، و پس شما مخلوق مکلفید، لیکن مکلفید به چی؟ اینکه فقط خدایت را عبادت کنید، نه امام و غیر امام و عیسی و موسی و عزیر و دیگران را. بلکه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند. عبادت معنی شاملش. پس انسان اولا مکرمه، ثانیا مخلوق درجه اوله، ثالثا مکلفه.
مکلف به عبادت خداوند به خالقش، نه مکلف به عبادت علی، نه مکلف به عبادت عیسی، اینا همه مخلوقان. و عبادت هم بندگی هم اختیاریه، یک بندگی اختیاریه لیکن همراه با محبت، همراه با عشق. و اساس این بر مبنای فکر شناختیه که بر اساس یقینه. چون این عبادتی انسان رو به سعادت ابدی میرسونه. خداوند به من شما عطا فرماید. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ پیام هاتون. من شیعه هستم ولی پیرو روحانیت خیر. خب بله، ولی خب چطور شیعه هستی که پیرو روحانیت نیستید؟ تشیع را از کجا آوردی؟ تشیع رو روحانیتی که 4 بار عوضش کرده. چرا میگی من شیعه هستم؟ مسلمان باش تمام شد و رفت. اسلام کافیه. روز قیامت من شما از دینمون سوال میشیم، از مذهب سوال نمیشیم. من بله یه جنجال سیاسی هم پا کردم، زنگ زدم دفتر مکار شیرازی، گفتم میخوام ایشون رو حضوری ببینم. خلاصه با 1000 مکافات جور شد و رفتم. از قول شخص ثالثی حرف زدم، یعنی نگفتم خودم این مشکل رو دارم، گفتم دوستی دارم به خاطر فسادی که در جامعه و مخصوصا بین روحانیان دیده کلا برگشت و حتی منکر امام زمان هم شده. میگه برام از قرآن نهج البلاغه مدرک آوردین، قبول میکنم. و حرف گفته هیچ روحانی رو اصلا قبول ندارم. آفرین. و تفسیر هیچ مرجع رو هم تقلید نمیپذیرم. خلاصه حاج آقا من نگران دوستم هستم. کلی عصبانی شد مکار شیرازی. خب بعد گفت به شما خبر میدم که با دوستان بیاین اینجا که بده به تحویل اطلاعات. حالا هم که شرایط کرونا پیش اومده ولی دلم خنک شد، هر چی دلم خواست گفتم. میدونستم در اون لحظه جوابی نداره. بله یه خانم هدایت شده میگه که به نام امی که چطور پیغمبر دینش تونست منو بعد از 1400 سال هدایت کنه، پیغمبر نتونست یارانشو هدایت کنه. عجب سوال بزرگیه، عجب سوال بزرگیه. ربحت محمدا ولم اخسر المسیح. نعم
این شخص عراقیه میگه که من محمد را به دست آوردم و مسیح را از دست ندادم. مسیحی بوده خودش قبلا. هكذا اسميته لانه كنت في السابق اعيش على مبدا انه ان خرجت من المسيحيه فقد انكرت المسيح. میگه من سابقا اینجوری زندگی میکردم که اگر من از مسیحیت خارج بشم گویا که مسیح رو منکر میشم. ولكن بدخول الاسلام وبشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لیکن با داخل شدنم به اسلام با شهادتین تيقنت بانني احببت المسيح اكثر مما كنت عليه. یقین پیدا کردم که مسیح را بیشتر از اون چی که سابقا که مسیحی بودم دوست دارم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. همه پیغمبران ایمان به خدا و رسول و کتبش دارند و بین رسولان فرقی قائل نیستند. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. طبعا 20 سنة عشتها نصراني. من 20 سال نصراني بودم، مسيحي بودم. ما فكرت في يوم من الأيام أنه ولا خطر على قلبي بأنه أنا ممكن أن أفكر حتى بالإسلام. حتى يك لازم فكر نبي كردم كاس راجب الإسلام فكر بكونا. لي دين أذهب إلى الكنيسة. دین داشتم، میرفتم کلیسا میرفتم. عراقیه. والدی شماس، شماس انجلی اللي ممكن معروفين الناس اللي پدرم کشیشه، یعنی به اصطلاح روحانیه. بالکنیسا متربیت هكذا وحتى وصلت للكليه. اینجوری من بزرگ شدم تا اینکه به دانشگاه رسیدم. تربیه قسم علوم الحیات در زیست شناسی درس میخوندم. وصلت في الصف الثاني في المرحله الثانيه من الكليه. در سال دوم دانشگاه بودم. كان لدينا ماده اسمها الاجنه. ما یه واحد درسی داشتیم به نام جنین شناسی. مرت الايام وكان المحاضر هو الدكتور لؤي جميل رشان. و استاد فلان بود که اسمش گرفت جمیل رشان. طبعا هو يسمعني ما يسمعني انا لا اعلم اين هو. من نمیدونم کجاست. ولكن هو مجرد ان ياتي ويلقي المحاضره ويخرج. میاد سخنرانی میکنه و میره. ولكن في يوم من الايام دخل علينا قال وانتبهوا جيدا الى هذه المحاضره. یه روز به داخل کلاس شد گفت به این سخنرانی خوب گوش کنید. بین بله. وسجلوها لانها ليست موجوده في المنهج. ضبطش کنید که در مقرر درسیتون نیست. وقال بملخص المحاضره في الاخير كان يعتقد سابقا بان الجنين يتكون من مراحل رخوه ثم بعد ذلك يتدرج الى المراحل الصلبه. گفت که در سابقا چون معتقد بودند که جنین اول نرم بعد سخت میشه. الى ان يتكون الجنين كاملا. تا اینکه جنین کاملا تشکیل بشه. لكن بعد اكتشاف المجرى الالكتروني بعد از اینکه مجرى الکترونی کشف شده ثبت العكس تماما ونقض تلك النظريه. برعکسش ثابت شده و نظریه اول رو کاملا نقض کرده. وقال بان الجنين يتكون من مراحل اللي هي عظمه. و جنین از مراحلی تشکیل میشه که اول استخوانه بعدش عظمیه ثم بعد ذلك المراحل الرخوه بعدا نرم میشه. شرحنا اياها طبعا بالانجليزي والطرق كامله. بعد اونو شرح داد. المحاضره كانت رائعه جدا و این سخنرانی بسیار عالی بود. واستمتعنا بها جدا و ما خیلی لذت بردیم. المحاضره خلص طلع الدكتور وقتی که سخنرانی تمام شد دكتور خارج شد. بطالب مسلم اسمه عمر. یه دانشجوی مسلمان که اسمش عمر بود اومد جلو. قال احنا نعرف هذا الكلام اللي حكاه الدكتور الان وقال المجرى الالكتروني قبل 1400 سنه. گفت این سخنرانی که دکتر کرد
ما که 1400 سال این میشناسیم که میگه این سخن باعث کنجکاوی من شد. غرور ارید اسمع اکثر. دائما کان عمر یشیل فی جیبو مصحف صغیر. و این عمر همیشه قرآن تو جیبش بود. دائما و میخوند. ف اتخیلوا احبتی فی الله. ای دوستان من شما تصور کنید. أنه الطلاب المسلمين والطالبات المسلمات هرعوا كلهم إلى عمر قالوا عمر كيف هذا الكلام اللي شرح الدكتور يقول للمسلمين ميجي حتى دانشجوين مسلمان دكتور بسام قلت إيه إن شهر فيك عمر ميزانة يعني خبر نداشتن المسلمين والمسلمات ذهبوا إلى عمر دي يشوفون عمر ماذا يقول لأنه قال مش جاعي خربط هالدكتور احنا نعرف هذا الكلام قبل 1400 سنة ففتح عمر وقتی پیش عمر رفتند که تحقیق کنند عمر قرآن باز کرد و شانشون داد على سورة المؤمنون المصحف در سوره مؤمنون قرأ عليهم آیت الله سبحانه و تعالی ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ما شاء الله مسلمان شده از همه مراجع ایران قرآن بهتر میخونه از همه مراجع شیعه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما والله العظيم كانت هذه الآيات تنزل على قلبي ورأسي مثل البرق بك اي آياتك خون مثل برق بر قلبم و بر فکرم نازل شد مثل الصاعقه مثل رعد مثل صاعقه برق این والمسلمات قاموا يبكون قالوا اول مره نعرف بانه اكو آیه في القرآن تتكلم عن الجنين حتی دانشجویان مسلمانی که با ما بودن تعجب میکردن گریه میکردن که ما اولین باره که میشنویم که آیه در قرآن است راجع به جنین معانا في الكلية وإحنا في طلبة قسم علوم الحياة. طيب إذا كان المسلمين والمسلمات هكذا قالوا، فكيف بغير المسلمين؟ رجع. خب وقت مسلمان يجري بكان غير مسلمان شطور. قلت لعمر ماذا فعلت؟ ماذا قرأت الآن؟ قال. بعمر قفت أنك شي خونديد. قرأت آيات من المصحف. قفت من آية القرآن خونها. وين أريد أشوفها؟ بخم ببينم كجاست. شفتها قرأها مرة أخرى علي. بارد دیگه به من خوند قلت له یعنی هذا انا ما اعرف قلت له هذا اللي بجيبك بس لو بكل الكتب میگه فقط این این قرآن تو جیب شماست اینجوریه یا همه قرآن ها اینطوریه من که نمیدونستم قال شنو رأيك نطلع من الكلية اليوم ونروح على شارع النجفي شارع النجفي كما تعلمون احبتي في الله في الموصل هو شارع المكتبات وای گفت خب نظرت چیه بریم اینجا بریم از کل دانشکده که میریم بیرون بریم شارع نجفی اونجا خیابانی که پر از کتابخونه است و اختر ای مکتبه ای هر کتابخونه ای که میخوای انتخاب کن و نقف عند ای مکتبه و اشر على ای رف یکون فی موجود المصحف و اختار